بحث بعدی استفاده از کلاس متد ها هست و استفاده از کلمه کلیدی استاتیک در ساخت کلاس هامون و حالت کانستراکتورمون. ببین اگه ما اینجا بیایم یه داخل کلاس اصلمون بیایم یه مثلا متدی تعریف کنیم و از کلمه کلیدی استاتیک استفاده کنیم، بعد مثلا بذاریم استرینگ مثلا چی بگم my number و پرانتزش هم بذاریم و در داخل بدنش بیاییم مثلا یه چیزی رو ریترن کنیم، ریترن کن my age is 20 سمیکالون بذاریم. ببینید الان دیگه شما از روی این نمیتونی از روی متدی که ما داخل کلاسمون و از استاتیک پشت اون استفاده کردیم دیگه نمیتونیم بیاییم مثلا ازش شیی بسازیم. چون من اینجا ریترن استفاده کردم مستقیم اینو پرینتش میکنم. پرینت کن ببینم اینجا مثلا ببینم پیه که آره پی یک رو اگه بزنم ببینید دات بزنم چیزی به عنوان مای نامبر ما اینجا نداریم مثلا در این ساخته این کانستراکتور هامون. بعد اگه اینجا اینو مای نامبر رو بزنم ببینید از ما خطا میگیره، من اینم بذارم. ولی اگه بیایم اسم کلاس رو بذاریم پرسن ببینید کاملا خطای من برطرف شد و من اینو اگه چیزش کنم کامنتش کنم الان اگه من بیام اینو خروجی بگیرم آوتپوت هم بیارم کجا رفت چی شد خروجی خب من یادم رفت این پرانتزش هم بذارم. خب الان اگه خروجی رو با هم ببینیم ببینید my age is 20 رو به من میده. پس برای استفاده از کلاس هامون که فقط خود کلاس ما یعنی کلاس اصلیمون بیاد اون چیزی که میخوایم رو فراخونی کنه باید از کلمه کلیدی استاتیک پشت اون متدمون استفاده کنیم و بیایم برای صدا زدنش هم از کلمه خود کلاس استفاده کنیم، نام کلاسمون و اون متدی که ساختیم و نام اون متدمون و پرانتز باز و بسته. این حالت میشه برای صدا زدن کلاس ها توی کلاس. و اگرم با این موارد زیاد متوجهش نمیشیم و یه مقدار براتون گنگ هست زیاد نمیگم بی اهمیته، نه بحث آبجکت اورینته ها و کلاس ها خیلی مهمه، ولی خب بیشتر ما چون میخوام اینو توی فلاتر استفاده کنیم من میخوام چشم شما آشنا باشه و حداقل یه پیش زمینه ای از قبل داشته باشین که تو زمینه فلاتر میخوایم کار کنیم شما آمادگی لازم و اینکه حداقل یک بار نحوه ساختن و اجرای این کدا رو دیده باشین رو دیده شده باشه رو حتما شما دیده باشین.